بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت بینندگان محترم شبکه نصر تیوی. طبق روال برنامه هامون که سلسله جلساتی بود با عنوان معرفی جریان صهیونیسم و نحوه شکلگیری اون در تاریخ، در خدمت شما هستیم. فکر میکنم در جلسات قبل اگر پیگیری کرده باشید، ما رسیدیم به ابتدای اسلام و این پیشگویی. منتها ما تو این جلساتی که احتمالاً 4-5 جلسه بشه، شاید هم بیشتر، یک پرانتزی باز میکنیم و پیامبر اسلام رو، پروفت محمد رو، در تورات و انجیل بررسی میکنیم که آیا این یک توهم اسلامی است یا یک بیخود، این که ما بخوایم به زور بخوایم کلمات رو تطبیق بدیم و بخوایم پیامبر رو در تورات و انجیل پیدا بکنیم، حضرت محمد رو، یا اینکه نه واقعا بشارتی برای او در انجیل داده شده، در تورات داده شده، در عهدین، عهد قدیم و عهد جدید. من این استخایی باید بکنم تو این جلسات، چون میخوام خیلی مستند باشه عرایزم، از روی متن میخوام خیلی از آدرس ها رو دقیقا عیناً نقل کنم و بخونم، به قولی سرم باید تو لپتاپم باشه. ما در قرآن حداقل در 4 جا اشاره بسیار بسیار مستقیم داریم، مبنی بر این که نام پیامبر و ویژگی های او در کتاب های قبلی ادیان قبلی آمده بوده و رسما نام تورات و انجیل برده شده. به عنوان مثال آیه در قرآن داریم که خداوند میفرماد الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، به آن کسانی که به آنها کتاب داده بودیم، یعنی اهل کتاب، یهودیان و مسیحیان، پیامبر رو به طوری شناختن که مادر بچهش رو میشناسه، یعنی کاملا نشانه های او رو قبلا داشتن. یا در آیه دیگری ما داریم که خداوند در قرآن میفرماد محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم ذلک مثلهم فی التوراة و مثلهم فی الانجیل، محمد رسول الله یارانی داره که در مقابل کافران محکم میایستن و در مقابل مؤمنین رؤوف و مهربانن. این ویژگی آنها در تورات و ویژگیشان در انجیله. در آیه دیگری باز داریم وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة مبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، من عیسی پسر مریم هستم ای بنی اسرائیل که با صداقت در بیان شما آمدم و تورات را قبول دارم و شما را بشارت میدهم به پیامبری که بعد از من میآید و نام او احمد است. مبشران یعنی بشارت دادن، این دقیقاً معنی کلمه انجیل میشه، انجیل هم به معنی بشارته. آیه دیگری در قرآن داریم که باز خداوند میفرماد الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل، سوره اعراف 157، کسانی که تبعیت کردن از رسول درس نخوانده ای، از پیامبر درس نخوانده ای که او را در تورات و انجیل مکتوب یافتند. نه اینکه در تفاسیر به قولی تورات و انجیل آمده باشه، بلکه مکتوب در خود تورات و انجیل حضور داره. مفسرین اسلامی دو دیدگاه داشتن. برخی میگفتن این در تورات و انجیل تحریف نشده است و در تورات و انجیل کنونی که تحریف شدن دیگر نامی از پیامبر باقی نمانده است. برخی میگن نه خیر، وقتی قرآن آیه رو میاره به این معنی نیستش که فقط برای زمان خاصی باشه، بلکه یک جوری بعضن این افعال و فعل‌ها در جمله‌ها مضارع استفاده شده و مضارع استفاده شدن یعنی در آینده هم نشونه های از اون خواهید یافت و این استمرار رو میرسونه. فلذا ما امروز هم باید در تورات و انجیل نام پیامبر رو ببینیم. این وسیله شد که برای بنده یک ایده شد که بخوام برم بگردم تورات و انجیل رو بررسی کنم، ببینم آیا واقعا پیامبری وجود دارد یا نه. من به صرف اینکه پدرم مسلمان است مسلمان شده ام، و شما به صرف اینکه پدرتان مسیحی است مسیحی هستید، شیعه هستید چون پدر مادرتان شیعه هستند و سنی هستید چون پدر مادرتان سنی هستند. فلذا خودتون هیچی ندارید، شما ارث بردید تفکر و عقیده رو. ای کاش پول ارث می‌بردید، شما یک عقیده ای رو ارث بردید که چه بسا باطل باشه. بحثی نداریم اینجا چی بر حقه و چی بر حق نیست. این نیت و این نکته که خدمت شما عرض کردم بنده رو بر اون داشت که من عقیده ای رو به ارث نبرم، خودم تحقیق بکنم. خب اول به لحاظ زمانی از تورات شروع کردم، تورات رو بررسی کردم تا ببینم که آیا در تورات میتونم نشانه های پیدا بکنم یا نه. در تورات گزاره هایی یافتم که قرار امروز تا جایی که بتونم، چون بحث بسیار بسیار مفصل چندین جلسه خواهد شد، یعنی حتما سریال اینها رو پیگیری بفرمایید. نکته اول، عهد خدا با ابراهیم علیه السلام و ذریه اوست.
ما در کتاب پیدایش، کتاب اول تورات، باب 15 آیه 2 و 3 نکته جالبی داریم. خداوند به حضرت ابراهیم قول میده و از تو امتی عظیم پیدا کنم و تو را برکت دهم و نام تو را بزرگ سازم و تو برکت خواهی دید و برکت دهم به آنانی که تو را مبارک خوانند و لعنت کنم به آن که تو را ملعون خواند و از تو جمیع قبایل جهان برکت خواهند یافت. اینجا خدا اشاره میکنه که با ابراهیم عهدی میبنده و این عهد اینی که قرار از او یک امتی بسیار عظیم و کثیر به وجود بیاره. این عهد خدا با پیامبر ابراهیمه و ما میدونیم که ادیان یهودیت، مسیحیت و اسلام ادیان ابراهیمی هستن، یعنی ریشه در عقاید حضرت ابراهیم دارن و هر سه خودشون رو دینی ابراهیمی میدانن و در هر سه دین حضرت ابراهیم پیامبری بزرگ است و ما میدونیم خیلی از مسیحی ها نام ابراهام یا یهودیان نام ابراهام رو برای خودشون انتخاب میکنن، مسلمانان نام ابراهیم رو خیلی برای خودشون انتخاب میکنن. در قرآن پیامبری است که اشارات بسیار جالبی به او شده و او از پیامبران بزرگ نام برده شده و خداوند او رو نشان به عنوان یک اسوه و الگو معرفی کرده، میگه ابراهیم علیه السلام رو برای خودتون الگو بگیرید. در قرآن دو جا فقط گفته الگو بگیرید برای خودتون، یک جا گفته پیامبر اسلام محمد رو صلی الله علیه و آله و سلم رو الگو بگیرید، یک جا دیگر حضرت ابراهیم علیه السلام رو. خب این حضرت ابراهیم که اینقدر ویژه در مورد او بحث شده، متاسفانه در تورات چهره با اینکه چهره بزرگی داره اما یک مقدار این چهره رو تحریف کردن خاخام‌ها، متاسفانه به عنوان مثال داستانی ساختن که حضرت ابراهیم با خواهر ناتنی خودش ازدواج کرده، ساره خواهر ناتنی حضرت ابراهیم بوده و از طرف دیگر میدونیم که در همین تورات آیاتی داریم که خواهر ناتنی رو از محارم میدونه، فلذا حضرت ابراهیم رو در واقع خیلی زیرکانه متهم کرده به ازدواج با محارم و نعوذ بالله پناه بر خدا زنای با محارم. از طرف دیگر آیه دیگری در تورات داریم که میگه که اگر کسی زنا بکند خدا تا چهار نسل او رو قاطی به قول داخل انسان ها نمی کند. ما میدونیم نسل حضرت ابراهیم میشه کی؟ حداقل سیستم بنی اسرائیلی رو توضیح بدم، پسر او میشه اسحاق، ابراهیم خودش یک، اسحاق دو، بعد از اسحاق یعقوب سه، بعد از یعقوب یوسف چهار. یعنی خیلی زیرکانه تا حضرت یوسف رو اینها چهرهش رو خراب کردن و این در نتیجه تحریفه، اما مطلقا همچین چیزی در قرآن پیدا نمی کنید. قرآن سراسر احترام به حضرت ابراهیم، به حضرت اسحاق، به حضرت یعقوب و به حضرت یوسف علیه السلام. حتی یکی از امامان شیعه به نام امام محمد باقر علیه السلام حدیثی دارد بسیار جالب، میفرماد که حضرت یوسف کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یوسف کریم، پسر کریم، پسر کریم، پسر کریم. کرامت در زبان عربی به کسی میگن که تمام ویژگی ها و شایستگی های اخلاقی رو داشته باشه. در واقع دقیقا این پاسخی به تحریف تورات بود که تا چهار نسل رو به عمد خراب کرد، حضرت امام محمد باقر دقیقا چهار نسل رو بر میگردونه و پاک میکنه و نشون میده که اینها کریم بودن و پاک بودن و این وصله ها به اونها نمیچسبه. خب در اینجا میبینیم توضیح داده شده در کتاب پیدایش باب 12 آیه 3 که حضرت ابراهیم بهش وعده داده شده که یک امت عظیم از او قراره به وجود بیاد. در بخش دوم خدا این قول رو دوباره تکرار میکنه، منتها بعد از به دنیا آمدن اولین پسر ابراهیم که در 86 سالگی به دنیا میاد. 86 سالگی حضرت ابراهیم خیلی نکته جالبی است. حضرت ابراهیم یک پیرمرد 86 ساله بوده، پسری از همسرش هاجر به دنیا میاره به نام اسماعیل. او فرزند اوله و اون نخست زاده است. بعد از به دنیا آمدن او و قبل از به دنیا آمدن اسحاق، یعنی زمانی که اسماعیل 13 ساله است اسحاق به دنیا میاد. تمام این مواردی که دارم میگم نقل کتاب مقدسه، نقل بایبله. پس در این هیچ شکی نداریم، الان زمانی است که اسماعیل به دنیا آمده و بزرگ شده، 13 ساله شده و هنوز اسحاق به دنیا نیامده، چون اسحاق در 100 سالگی به دنیا میاد، در 100 سالگی حضرت ابراهیم و 86 سالش، و اگر اسماعیل به دنیا آمده باشه 13 سال هم گذشته باشه، یعنی حضرت ابراهیم باید 99 ساله باشه. دقیقا میبینیم همینه، کتاب پیدایش باب 16 آیه 1 تا
ده رو براتون عیناً نقل میکنم میخونم. و چون ابرام 99 ساله بود، خداوند بر ابرام ظاهر شده، گفت من هستم خدای قادر مطلق. نکته جالبی که اینجا وجود داره، دقت بکنید، نام ابرام گفته شده نه ابراهام، یعنی نام حضرت ابراهیم ه نداره و نام همسرش حتی ساره که بعدن ذکر میشه او هم نامش ه نداره. این چه اتفاقی میفته؟ ظاهرا حضرت ابراهیم از یک آزمون بسیار سخت سربلند بیرون میاد و خدا تصمیم میگیره یک امت عظیم از اون به وجود بیاره و چون میخواد یه امت عظیم از او به وجود بیاره به اون نام ه میده. بنابر جماتریای یهود و نامرولوژی یهود که در کابالا به اون معتقدن، اعتقاد دارن مهمترین حرف در زبان یهودیت حرف ه هستش که معادل پنجمین حرف الفبای عبریه، الف بتا جیمل دالت ه. این ه رو حرفی خدایی میدونن. ابراهیم بعد از اون آزمایش ابرام میشه ابراهام و سار میشه ساره، یک لفظ ه میگیره. میبینیم اینجا هنوز ابراهیم ابرامه، یعنی ه هنوز نگرفته. ادامه میدم این نکته مد نظر شما باشه. حالا شاید شما بگید این یه حرف مگه میخواد چیکار کنه؟ ما کاری نداریم آیا این یک حرف کاری میکنه یا نمیکنه، بلکه با این کار داریم که یهودی‌ها به این مسئله اعتقاد دارن. و عهد خود را در میان خود و تو خواهم بست و تو را بسیار بسیار کثیر خواهم گرداند. اینجا باز دوباره اشاره به این میشه هنوز اسحاق به دنیا نیومده. بعد از اینکه اسماعیل 13 ساله شده، خدا به او وعده داده که نسل اون رو بسیار بسیار زیاد بکنه. اینجا این ذهنیت به وجود میاد که این وعده از طریق اسماعیل قرار محقق بشه، چون هنوز اسحاقی به دنیا نیومده و ظاهرا قرار یک اتفاقی بیفته. اما من اینک عهد من با توست و تو پدر امتهای بسیار خواهی بود. وعده است که به ابراهیم علیه السلام داده میشه. قرآن این را تأیید کرده، میگه ملت ابیکم ابراهیم و او را پدر امتها میداند و نام تو بعد از این ابرام خوانده نشود بلکه نام تو ابراهیم خواهد بود. دقت بفرمایید، یک اتفاق اینجا افتاده که تورات اشاره نمیکنه، سریع ازش عبور میکنه و میگه نام تو دیگه ابرام خوانده نشود، ابراهیم خواهد بود. یعنی یک اتفاقی افتاد که باعث شد حضرت ابراهیم اون حرف ه رو برای خودش بگیره. زیرا که تو را بر امتها بسیار گرداندم. پس دلیل گرفتن حرف ه این بوده که قرار او را در امتها زیاد کنه، یعنی نسل بسیار بسیار کثیری از او به وجود بیاره. در واقع دلیل این که حضرت ابراهیم حرف ه رو بگیره یک کاریست که انجام داده و جایزش اینه که حضرت ابراهیم نسلی و ذریه‌ای بسیار بسیار کثیر داشته باشه. و تو را بسیار نمایم و امتها از تو پدید آورم و پادشاهان از تو به وجود آیند و عهد خود را در میان خود و تو و ذریه‌ای بعد از تو استوار گردانم، نسل بعد از نسل عهد من جاودانی باشد تا تو را بعد از تو ذریه تو را خدا باشم، یعنی خدای تو ذریه تو باشم و زمین قربت تو یعنی تمام زمین کنعان را به تو و بعد از تو به ذریه تو به ملکیت ابدی دهم و خدای ایشان خواهم بود. میگه خدا وعده میده که بعد از تو به ذریه تو این سرزمین کنعان رو سند ششتونگش رو به نام تو فرزندان تو میزنم، مال هیچ کس دیگه نیستش، به ملک ابدی تو بدم. یکی از آیاتی که یهودیان علاقه بهش دارن، یهودیان دینگرا و ارتدوکس که میگن بر اون مبنا ما اومدیم به فلسطین، همین مسئله است. میان اینجا ملک ابدی پدر ماست و بعد از پدران به ارث ما میرسه. نکته که اینجا وجود دارن، منتها اینها قبول ندارن که اسماعیل هم فرزند حضرت ابراهیمه و به اولاد او هم میتونه برسه چون پدر هر دو بوده. میگن نه خیر، فقط فرزند اسحاقه و از طریق اسحاق این نسل باید برسه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه تنها تفاوتی که اسماعیل و اسحاق دارن در پدر نیست، پدرشون یکسانه، بلکه در مادره. مادر اسحاق حضرت ساره است و مادر اسماعیل حضرت هاجره. نکته جالب اینه، به خاطر اینکه بتونن اسحاق رو پررنگ بکنن، یهودیان آمدن چیکار کردن؟ دست گذاشتن روی مادر، گفتن چون حضرت ساره آدم ویژه‌ای بوده پس پسر واقعی میشه اسحاق و ما نباید اسماعیل رو پسر او فرض بکنیم. نکته عجیبی که اینجا بود، چرا؟ چون هاجر کنیز بوده، کلفت بوده. نکته که به وجود میاد اینه، حضرت یعقوب خودش از 12 پسری که داره و بنی اسرائیل رو درست میکنند، 12 اسبات، اسبات 12 گانه، 4 تا از پسراش از فرزندان کنیزن، مثل دان، مثل اشیر.
اینا از فرزندان کنیزن. پس در واقع یک سوم بنی اسرائیل رو ما باید از بین انسان‌ها در واقع انگار خارج بکنیم بر مبنای این عقیده مزخرف و نجات پرستانه که با تمام حقوق بشر فاصله بسیار بسیار جدی و اساسی داره. پس خدا به ابراهیم گفت و اما تو عهد من را نگاه کن، تو و بعد از تو ذریه تو در نسل‌های ایشان، این از عهد من که نگاه خواهید داشت. در جلسات قبلی گفتیم قرار شد نشانه این عهد این باشه که ابراهیم و فرزندانش و ذریهش ختنه بکنن. گفتیم این مسئله در یهودیان ماند، مسلمان‌ها هم ماند، اینها ختنه می‌کنن. در مسیحی‌ها ختنه رو کنار گذاشتن، اون هم به خاطر مسئله‌ای بود که پولس مطرح کرد و فتنه‌ای بود که در یهود در مسیحیت به وجود آورد. ادامه این داستان هم جالبه. در ادامه یعنی از آیه 16 به بعد، من تا آیه 10 رو برای شما خوندم، حالا بقیش خودتون میتونید به این رو برید ببینید که اون ماجره ختنه کردنه که من سریع گذاشتم. در ادامه خدا گفت، خدا به ابراهیم گفت اما زوجه تو سارا، نام او را سارا مخوان بلکه نام او را صارح بخوان، یعنی هه بگیره، و او را برکت خواهم داد، پسر نیز از وی به تو بخواهم بخشید. یعنی اینجا نام حضرت ابراهیم ابراهیم هست اما هنوز اسحاقی به دنیا نیامده. اما چرا حضرت ابراهیم اون هه رو گرفت؟ این در واقع به خاطر این بود که پسر خودش رو حاضر شد به قربانگاه ببره و پسر خودش رو در راه خدا قربانی کنه. ما سوال میپرسیم، یهودیان معتقدن که اسحاق قربانی بوده نه اسماعیل. در واقع این تحریفی است که با بقیه کتاب مقدس جور در نمیاد، چرا که ما قبل از به دنیا آمدن اسحاق، زمانی که اسماعیل 13 سالش بوده، حضرت ابراهیم تو یک اتفاق هو گرفته، یعنی اون قربانی در واقع کی بوده؟ اسماعیل بوده، چون هنوز اسحاقی به دنیا نیومده بوده. و این خیلی واضح و آشکاره که یک کودک که هم میتونه اینو تشخیص بده و آنالیز بکنه، چه برسه کسی که به دنبال حقیقت میگرده. و او را برکت خواهم داد، پسری نیز از وی به تو خواهم بخشید، او را برکت خواهم داد و امتهایی را از او به وجود خواهم آورد و پادشاهان امتها را از وی خواهند از او خواهند شد. آنگاه ابراهیم به روی در افتاده بخندید و در دل خود گفت آیا برای مردی که 100 ساله شده پسری متولد خواهد شد و سارا در 90 سالگی توان زاییدن دارد؟ چون خدا بهش گفت در سال آینده، یعنی وقت 99 سالشه، سال بعد میشه 100 سالش. خب بیا واقعا همچین اتفاقی میخواد بیفته؟ تعجب کرد حضرت ابراهیم. نکته دیگری که من میخوام خدمت شما اشاره بکنم مورد سومه. در باب 21 کتاب پیدایش خدا به اسحاق برکت میده بعد از به دنیا آمدنش و قبول داریم، ولی کماکان عهد رو با اسماعیل نگه میداره. نکته عجیبی که وجود داره اینو خوبه بدونید، در قرآن ما عیناً آیه همینو داریم که حضرت ابراهیم بعد از سربریدن اسماعیل که میخواد به قربانگاه ببره و خدا یک گوسفندی رو میفرسته و میگه که ما میخواستیم تو رو امتحان کنیم و دیدیم که تو حاضری همه کس تو در راه خدا قربانی بکنی، ذریه تو رو، ذریه حضرت ابراهیم در واقع مد نظره. آیه قرآن سوره بقره آیه 124 یعنی عدد سوره 224 هم آیش میگه که وذبتلا ابراهیم ربه به کلمات فاعتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی، یعنی حضرت ابراهیم برای ذریه‌اش چیزی خواسته بوده. این مسئله در قرآن اشاره شده، آیه 125 میگه و عهد نائل ابراهیم و اسماعیل، یعنی ما این عهد رو از طریق اسماعیل ادامه دادیم. الان هم شما ببینید حقیقت همینه، کل یهودیای کره زمین 15 میلیون هم نیستند، اما مسلمان ها دقیقا باید شما چندین صفر اضافه بکنید، یعنی 1,500,000,000 هستند. خب ببینیم حقیقت چیه، خدا در مورد اسماعیل اون وعده رو علنی کرده یا در مورد اسحاق؟ این اتفاقیست که امروز افتاده، ما اینو بپذیریم و باور بکنیم. در باب 21 هم به این مسئله اشاره شده و خداوند متعال در واقع به اسماعیل در مورد اون عهدش دوباره گوشزد میکنه به حضرت ابراهیم و اما میگه اسحاق رو برکت دادم. ما در جلسات قبل عرض کردیم خدا عهد رو با اسحاق هم بسته، منتها یهودیان شکستند که آیاتش رو از کتاب ارمیای نبی و بقیه کتابهای عهد عتیق خدمت شما عزیزان عرض کردیم. اگر اجازه بدید ما بقیه این ماجرا و داستان رو در جلسات بعد پیگیری بکنیم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.